حتی فکر کردم به این موضوع که قرار نیست دیگه بازی شبیه گاد آف وار، آنچارتد، لاست آف آس، دمو سولز و اینا ساخته بشه هم آدمو دیوونه میکنه. واقعا داری چیکار میکنی سونی؟ درود در شما گروه صدای کستم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستین شاد شاد باشین. بازی آوترایدرز تو قسمت کراش پلی یه مشکلی براش پیش اومد، باعث میشد موجودی شما و آیتماتون بپره. الان یه پچی دادن این موضوع رو فیکس کردن و اوکیه و قراره که آیتم ها هم برگردن. البته آیتم هایی که فقط لژنری و اپیک هستن برمیگردن، آیتم های معمولی خب دیگه رفتن که رفتن. خب البته معمولا آیتم های معمولی گرفتنشون خیلی هم سخت نیست. اپیک مبلغ 330 میلیون دلار داره در جنگ با استیم ضرر میده، به خاطر اینکه عناوین انحصاری و رایگان زیادی رو داره ارائه میکنه تا بتونه بازار استیم رو از دستش خارج کنه. داستان از این قراره که اپیک داره به سی از شرکت‌های بازی‌سازی پولی رو میده تا اون شرکت‌ها انحصار فروش بازی‌هاشون رو در اختیار اپیک قرار بدن. مثلا تو سال 2019 به شرکت 505 گیمز مبلغ 10.5 میلیون دلار دادن تا انحصار فروش بازی کنترل رو در اختیار اپیک بذارم. پلیرا تو سال 2020 مبلغ 700 میلیون دلار از اپیک گیم استور خرید انجام دادن، اما از این مبلغ فقط 265 میلیون سهم اپیک بود و مابقی پولهایی بود که بابت همین مسائل اپیک باید پرداخت میکرد. البته من شخصا اصلا دوست ندارم که اپیک به هدفش برسه و استیم رو از گردونه رقابت خارج کنه. هر شرکتی توی هر زمینه کاری وقتی یکی و تنها و بی‌رقیب میشه شروع میکنه به قلدری کردن برای مشتریاش. اپیک هم اگه به این درجه برسه قطعا سنت به سنت همه این پولا رو از جیب مشتریا میکشه بیرون. حتی فکر کردم به این موضوع که قرار نیست دیگه بازی شبیه گاد آف وار، آنچارتد، لاست آف آس، دمو سولز و اینا ساخته بشه هم آدمو دیوونه میکنه. واقعا داری چیکار میکنی سونی؟ پلی استیشن قرار رو روی بازیای تمرکز کنه که انقدر بزرگ هستن که شکست نمیخورن، به نوعی بلاک باستر هستن، مثل انتقام جویان، سوپرمن، اسپایدرمن و اینها، و به قول خودشون انقدر اینا محبوب هستن و مردم دوستشون دارن که موفقیتشون حتمیه. اما این موضوع انقدر بزرگ هست و یه جورایی انقدر میشه گفت خطرناک، بلومبرگ هم هشدار داده و گفته که احتمال داره سونی اون جواهر هویت خودش رو از دست بده. بذارین اینجوری بگم که سونی رو ما اکثرا به انحصاریاش میشناسیم و انحصاریای سونی انقدر عنوانای بزرگ و خوبی هستن که هر کدوم تونستن توی سبک خودشون بسیار موفق باشن و به نوعی سبک خودشون رو به جلو حرکت بدن. و اگه قرار باشه سونی دست از این انحصاریا بکشه یا روشون کمتر تمرکز کنه، بره سراغ عناوینی که خب خیلی تکراری هستن، تکرار میشن، به قول بلومبرگ اون موقع ممکنه جواهر هویت خودش رو از دست بده. امیدوارم هرگز این اتفاق نیفته. ایج آف امپایرز 4 قراره پاییز منتشر بشه و میگن شبیه نسخه 2 اون هست، اما تریدیو خیلی خفن. به هر حال بعد منتظر بمونیم بیاد ببینیم میتونه دل هوادارهای خودش رو به دست بیاره یا نه. دوستان مرسی که امروز هم با من بودین. لطفا ویدیو رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارین و اینکه به کانال یوتیوبم هم سر بزنین و سابسکرایب کنین. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین. تا دیدار بعدی، بدرود.